خوبی را آغاز کرده باشید. بازم باسط حیات هستم استاد ریاضیتان و امروز یک درس جدید میخوانیم. درس تقنیم را دانش دارد. از چی شروع کرد؟ از یک قوطی نخود و شما باید پیشتان میبود رویا یا نخود و در سایر گفته گندم را بگیرید شمارش کنید تخمین بزنید ولی بعض جایی که میره یک مقدار زیاده میبینید تخمین بزنید امید که تخمین زده باشه یک فنش ما رو بازی میکنید خب مزاق کردیم انشاءالله که کار خانویتان رو به صورت درست انجام بده و در صورت به صورت مکرر تکرار کرده بریم خب ما شما درست تخمین خواندیم و فهمیدیم که تخمین زدن یعنی چی و کار خانگی که با شما سپردیم حتما انشاءالله که انجام بدیم امروز درس جدید میخوانیم جمع کردن اعداد به صورت عمودی و افقی ما شما جمع کردن اعداد خوانده بودیم در صنف 4 امروز صنف 3 امروز جمع کردن اعداد به شکل چی عمودی و افقی به دو شکل میخوانیم جمع کردن اعداد به شکل عمودی و افقی خب اولش عمودی چه قسم است و افقی چه قسم است این رو باید تمامیم بهتر است عمودی من که استاد هستم استاد هستم این به شکل عمودی است به شکل عمودی استاد است وقتی که سوال جمع عمل میکنید به این شکل چی است به شکل عمودی است و در صورتی که من خوابیده باشم درست است یک جوی میخوام به این سطح میز تمام از یاد چیست به شکل افقی است شبردیزی به شکل چیز؟ به شکل افقی فرق بین عمودی افقی است افقی انوار به سطح آب است عمودی استاد است باید استاد باشه مثلا مرکوس استاد است این میشه کرد خب عملی جمع در عملی جمع ما شما چند چیز داریم جز داریم علامه داریم خط بر داریم و واصل جمع داریم مثلا باشه 429 و 312 درست است؟ بشه این قسمت این رو چی میگیم؟ علامه جمع این قسمت چی میگفتیم؟ جز و این قسمت یک عدد میبرایه این رو به نام چی یاد میکنیم؟ حاصل جمع خب این جز چندم است؟ بالایش جز اول میگیم و پایینش جز دوم میگیم خب حالا رو میرید کار میکنیم چرا فهمی درد میشه؟ یه پاک میکنه کارش میکنه نو جمع دو نو دا چی داشته باشیم؟ لوبیا داشته باشیم دو تا لوبیا دیگه هم بدادیم چند تا لوبیا میشه؟ میشه یازده لوبیا یازده را یکش یک شاسه دو جمع سه یک همه ست داشتیم؟ چار چار جمع سه؟ هفت هفت سده چلو یک هفت سده چلو یک چیسته؟ آسل جمع هسته یک سوال ساده خب جمع میتونه که چندین جزء داشته باشه یک سوال جمع میتونه چندین جزء داشته باشه فقط دو جزء نمی باشه و یک قانون دیگه فکرتان باشه که یک ها زیر یک ها ده ها زیر ده ها صد ها زیر صد ها باید باشه مثلا باشه 4295 25 25 دیگه قسمت داشته کنم یا کجا داشته کنم اگه دیگه قسمت داشته کنم میشه باز خیلی اینجا داشته نه یا اشتباه است اینجا چطور؟ آ یک ها زیر یک ها ده ها زیر ده ها یک سده افتاد دو چهار سده نواد و پنج باز نه اینجا یک تا بیمون خالی شد نه یا اشتباه است چهار سده نواد و پنج روش هست اه اینا رو سه شد چند جز دارم؟ یک جو، دو جو، سه، چهار چهار جوز الان میشم دادیم خطبه را بکنیم
سوال کن. پنج جمع پنج ده. ده جمع دو دوازده. دوازده جمع پنج هفده. هفته شکش حاصل. یکش چی میشه؟ حاصل میشه. حاصل هم سر نمون میشه. یک جمع نو ده. ده جمع دو دوازده. دوازده جمع هفت چند میشه؟ نوزده. نوزده جمع نو نوزده اون میشه بیست و هشت. بیست و هشت تا هشتش دو حاصل. دو جمع دو چهار. اینجا عدد نیست چیز نمیکنه. فکر کنه صفر هست. دو جمع دو چهار. چهار جمع یک پنج. پنج جمع چهار نو. اینجا چهار از زیرش به مدت دست نیست. خودش داشت نیست. چهار. چهار هزار و نو صد و هشتاد و پنج. اینی شد طریقی آلش به شکل چی؟ به شکل عمودی. خب آله ما شما گفتیم اینجا سکرینج گفتیم به شکل عمودی رو باید بخونیم و به شکل افقی رو میخونیم. بیدیم به شکل افقی خونیم. خب اگه باشه 431 جمع 217 جمع 3 مساوی به چند میشه میگه درست است؟ یه اعداد هم میگه مساوی به چند. خب الان این خوابیده است یا استاده است؟ استاده نیست درست است به شکل انوار است از این شکل فوقی است. یک ها کتی یک ها ده ها کتی ده ها ست ها کتی ست ها جمع میشه. یک ها از این نیست و یک ها از این از این نیست درست است؟ یک های زیاد می نیست. یک خانه یک آزار رو بست. یک جمع هفت هشت هشت جمع سه یازده. یازده یکش چندش آسل؟ یکش آسل. آسل ها می نوشت. باز خانه دومیش. خانه ده ها با ده ها. سه با سه. اما این خانه ندارم. فقط سه رو با یک جمع. سه جمع یک چهار. یک هم آسل داشتیم چند بشه؟ پنج. خب. خانه بعدیش. خانه صد ها با صد ها. این خود. یه خانه یک بار داره بعد دیگه چیز نداره رو خلا شده این دوتا رو کار میکنه. این دوتا جمع شد اول اینی رو اینی رفت درست است بعد جو رفتن در سر از اینی و ای هم اومد اولی جمع کتی از اینی جمع شد درست است شاگر عزیز یک هست خب این هم دیگه کتی از اینی چهار جمع دو چند؟ شش یعنی 431 جمع 217 جمع 3 شد چند میشه؟ 651 این را به شکل چی میگیم؟ ما به شکل افقی میگیم این شد درس خب شاگرده عزیز درس در این قسمت ما شما به پایان میرسانیم امید که درس ها به صورت درست و اساسیش یاد گرفته باشید هم طریقه حل کردن سوالات به شکل عمودی و هم به شکل افقی خب روز بعدی هم عملی جمع از بخش عمودی افقی کار میکنیم تا به صورت درست یاد داشت بگیریم در صورت کدام مشکل میشه تلاش توسط استاد راهنمایی تا در گروپ های واتساپ و تلگرام در جی جانشان بگذاریم و مشکلات ها نشه